های گایز، سلام بچه ها، چطورید؟ ابوالفضل هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه ها تو این ویدیو با هم دیگه قراره بریم تمام تنظیمات جدیدی که به پابجی موبایل اضافه شده رو با هم دیگه بررسی کنیم و اگه دکمه اضافه شده بود رو بهتون بگم تا روشنش کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خواهش میکنم یه لحظه صبر کن و کانال من سابسکرایب کن. داریم نزدیک 3000 تا میشیم و این ویدیو لایک کن. بزن بریم سراغ ویدیو. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. وارد قسمت بیسیک میشیم. اینجا کلا همون دکمه‌ای که قبلا بوده اینجا اضافه شده. Always on یعنی همون دکمه فایر سمت چپتون روی صفحه باشه یا نه، اونان که مربوط به شاتگان میشه که من همیشه روی حالت دیفالت میذارم. از بقیه چیزایی که میمونه با حالت اسکوپ مود که من روی حالت هولد میذارم، یعنی انگشت روی اسکوپ نگه دارید که من روی هولد بهتر استفاده میکنم. از اینجا ما یه دکمه جدید هم داریم به نام فوکال لفت ادجاستمنت. اینو حتما روی تب بذارید. بعدش گزینه پیک رو داریم که روی لو یا دیزیبل باید بذارید که من روی دیزیبل نمیذارم و روی اینیبل میذارم. توی ادوانس کنترلم چیزایی که روی صفحه میاد رو داریم. برای مثال یو آی که انگشتتون بذارید روش صفحه کلا از بین میره، یا انگشتای جامپ اند کرام یا اینا. ما اینجا سوم شخص هم داریم که حتما برای آیپد ویو باید روی 90 باشه. بعدش ایم اسیست رو داریم که میتونید اینیبل یا دیزیبلش کنید. اوتو اوپن دور یا گزینه‌های دیگه هم داریم. بلکه از این قسمت رد بشیم میرسیم به ژیروسکوپ. اگه گوشیتون پشتیبانی می‌کنه روشن کنید. این فیچر و این مود داریم. هایلایت مومنت هم داریم که روی اینیبل بذارید بهتره. میرسیم سراغ پرایویسی اند سوشال که اینجا برای مخصوص پروفایلتون هست و هر چیزی برای پروفایلتون مربوط باشه و میتونید از اینجا لغو یا فعالش کنید. مگه همه اینا رو هم توی که من گذاشتم اگه بذارید به نظر من خیلی خیلی بهتره. خب از این قسمت رد میشیم، میریم وارد کنترلر میشیم. توی کنترلر ما یه دکمه کری یا همون پول آپ هم داریم که شما وقتی که روی این دکمه بزنید میتونید انمی که ناک کردید رو روی دوشتون بذارید که من خیلی خیلی از این فیچر خوش آمده و قبلا توی ویدیوهای قبلی هم بهتون نشونش دادم. میتونید برید ببینید و ببینید چه جوریه. روی ویکارز هم ما یه دکمه جدید داریم که قبلا اینجا نبوده اما الان اضافه شده. ویکارز میوزیک و تپ تو هولد تو چنج د سیت. ما توی سنسیتیویتی همون دکمه قبلا رو داریم، توی پیکا و همون دکمه قبلا رو داریم و هیچ تغییر زیادی نکرده. بهتر همون که قبلا بوده بذاریدش تا زیاد توی بازیتون اتفاق نیفته. فقط توی سنسیتیویتی ما یه دونه دکمه جدید داریم که اینو روی اوپن بذارید بهتره. توی پیکا و همونطور که گفتم اصلا تغییری به وجود نیومده. توی اسکوب هم همینطور و همه چی شبیه همون قبلشه. توی آدو هم فقط این عکساش تغییر کرده و هیچ تغییر خاصی نیفتاده. توی افکت هم همون رنگایی که قبلا بوده دوباره اومده و هیچ تغییری دوباره نکرده. توی لنگویج هم همون بوده و توی اکان سیفتی همون گزینه‌های قبلا رو میذاریم باشه. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد همین هم ویدیو لایک کنید، کانال منم سابسکرایب کنید. مثل همیشه تا ویدیو بعدی، پیس اوت گایز.